سلام، به پرگاله خوش آمدید. در این برنامه ما روی موضوعات چیستی سازمان های بین الملل، تاریخچه، تعریف و انواع آن خواهیم پرداخت. تا آخر ما را دنبال کنید. در بخش اول این برنامه به تاریخچه سازمان های بین المللی خواهیم پرداخت. در خصوص تاریخچه سازمان های بین المللی ما چند نکته را مورد نظر خود قرار می دهیم. اولین نکته و اولین بحث در خصوص تاریخچه سازمان های بین المللی است که پس از شکل گیری دولت های معاصر در قرن 17 مخصوصا دولت ها در فکر ایجاد یک نوع همکاری میان همدیگرشان می شن. در این زمان اینها مثلا یک کشور در مرز کشور دیگری و ادبای و کشور به همکاری های اقتصادی یا به فعالیت های اقتصادی و تجاری میپردازند. بنان هرگاه مثلا اختلافات میان این کشورها به وجود می آید، یک مرجع و یک نهاد باید وجود داشته باشد تا چی بکنه؟ این روابط را به نحوی اختلافات را حل و فصل بکنه. بنان دولت ها به خاطر تامین منافع حقوق شهروندانشان در مرز کشور دیگری که حالا او شهروند در مرز کشور دیگر بر تجارت و معاملات اقتصادی میپردازه، نیاز احساس میکنند به نهاد به نام کنسول. اینجاست که نهاد را به نام کنسولگری ایجاد میکنند. پس از شکل گیری نهاد به نام کنسول، شخص به نام سفیر در کنسولگری ها چی میشه؟ حاکم میشه و اینجا مستقر میشه. سفیر هم عین صلاحیت و عین وظایف اجرا میکنه، یعنی عمده ترین صلاحیت سفیر در مرز کشور دیگر ای است که از ادبای خودش، از حقوق ادبای خودش چی بکنه؟ دفاع بکنه. بنان آیستا آیستا و با پیشرفت زمان البته ای روابط همکاری دو جانبه که سفیر و کنسول است البته تبدیل میشه به سفیر دیپلماتیک دائم در کشورها. بعدن تنظیم دولت ها به خاطر تنظیم امورات اقتصادیشان همکاری های گسترده می داشته باشند و اینجاست که ما شاهد یک نوع همکاری در سطح نظام بین الملل می باشیم. هرگاه وقت اختلافات از میان دو کشور یا همکاری های دیپلماسی وقت تمام میشه، این اختلافات از مرز دو کشور عبور میکنه، نیاز احساس میشه به برگزاری کنفرانس ها که کشورهای متعدد در صدد برگزاری کنفرانس ها میپردازند و اینها کنفرانس هایی را برگزار میکنند تا در او کشورها عضویت حاصل بکنند و اختلافاتشان را حل بسازند. بنان ما شاهد برگزاری این کنفرانس ها هستیم و در این کنفرانس ها کشورهای متعدد با صدور یکی از مثلا تبع خودشان در این کنفرانس ها به انعقاد معاهدات بین المللی و همچنان به یک سلسله تعهدگیری تعهدات حقوقی الزام آور چی میکنند؟ دست درازی میکنند و دست میزنند. بعدن ما به نیمه های به قرن 19 هم برمیگردیم. قرن 19 هم البته ما شاهد دو تا نیمه در این قرن هستیم. نیمه اول قرن 19 هم برمیگرده به همکاری های گسترده میان دولت ها که فراتر از دو تا دولت و سه تا دولت میشه، ما شاهد همکاری های گسترده میباشیم. و در نیمه دوم قرن 19 هم البته ما شاهد شکل گیری سازمان های متعدد و سازمان های تخصصی از جمله سازمان جامعه ملل که به منظور توقف جنگ جهانی دوم چی میشه؟ ایجاد میشه و اصلی هدفش هم حفظ و تامین صلح بین امنیت بین الملل میباشه. این سازمان شکل میگیره. پس از او سازمان به نام سازمان ملل متحد که با البته با اکثریت کشورهایی که عضویت از او را حاصل میکنن بزرگترین سازمان در سطح نظام بین الملل شناخته میشه. در خصوص تعریف سازمان های بین الملل باید بگویم که سازمان های بین الملل تجمعی از دولت ها هستند که دارای سند تأسیس هستند و همچنان روی اهداف مشخص در چارچوب نهادهای مختلف فعالیت میکنند. البته فعالیت اینها به شکل دوامدار و مستمر است. در خصوص تعریف سازمان های بین المللی باید بگویم که سازمان های بین المللی به تجمعی از دولت ها گفته میشه که دارای سند تأسیس بوده، روی اهداف خاص در چارچوب نهادهای خاص به شکل مستمر و دوامدار چی میکنن؟ فعالیت میکنن. بنان در خصوص انواع سازمان های بین المللی ما در کل دو نوع سازمان بین المللی را شاهد هستیم. سازمان بین المللی دولتی و دوم هم سازمان بین المللی غیر دولتی. سازمان های بین المللی دولتی اونمو سازمان هایی هستند که توسط دولت های عضو سازمان های بین الملل شکل گرفتن و اینها از لحاظ پذیرش قلمرو و هدف اهداف متعدد را دنبال می کنند. از لحاظ پذیرش اینها به دو دسته تقسیم میشن. پذیرش این سازمان ها به شکل باز و دومی هم به شکل بسته است.
از لحاظ قلمرو ما با 3 نوع سازمان، البته سازمان دولتی مواجه هستیم. سازمان دولتی منطقه‌ای مانند سازمان سارک، سازمان منطقه‌ای، سازمان دولتی فرامنطقه‌ای مثل کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی و همچنان سازمان دولتی جهانی که حالا سازمان ملل متحد است که ما بیشتر با او آشنایی داریم. از لحاظ هدف این سازمان‌های دولتی در حقیقت 2 هدف عمده را چی می‌کنند؟ دنبال می‌کنند. یک، اولین هدفشان هدف نظامی است و دومی هم هدف اقتصادی. سازمانی که هدف نظامی را دنبال می‌کنند مثل سازمان ناتو که حالا ما شاهد حضور از او در کشورهای متعددی که نیاز به همکاری نظامی بوده هستیم. و همچنان سازمان اقتصادی که یکی از اهداف دیگه سازمان‌های دولتی است که مثل سازمان همکاری‌های ایکو. در خصوص سازمان‌های غیر دولتی ما با 2 نوع یا زیرمجموعه از این برمی‌خوریم. البته سازمان‌های غیر دولتی 2 نوع داره. 1 سازمان انتفاعی که به دنبال سود هستند بیشتر، مثالش هم میتونیم شرکت‌های چند ملیتی و حالا شرکت به نام استرازنکا که به منظور یعنی مهار کووید 19 یا ویروس کرونا شکل گرفته، این هم یکی از شرکت‌های چند ملیتی هستند که حالا زیر مجموعه سازمان‌های غیر دولتی قرار می‌گیرند. دومین نوع سازمان غیر دولتی البته سازمان غیر انتفاعی است که اینها به دنبال سود نیستند، مثل سازمان صلیب سرخ که حالا ما شاهد حضور از این سازمان در کشورهای جهان سوم و کشورهایی که حالا نیاز به حضور سازمان‌ها دارند هستیم. مسئله نهایت عزیز، این بود موضوعاتی که در این پرگاله ما در نظر گرفته بودیم. امیدوار هستم که موضوعاتی را که بر شما اشاره کردم در حقیقت مفید واقع شده باشه و تا برنامه دیگر همگی شما عزیزان را به خداوند یکتا امانت می سپارم. رنا، شکوفایی استعدادها.